اگه اینم یکی دیگه از اون حقوق های پدرت نباشه باز جای شکرش باقیه حقیقتش اینه که گاهی فکر میکنم ممکن نیست من تو همه عمرم بتونم یه دقیقه راحتی داشته باشم این مامانم بود که حرف میزد و یه جور حالت از دست رفتگی و داغون شدگی داشت رو از فرط ناامیدی به هم میپیچوند و برای اینکه راه حلی پیدا کنه حیات رو از این سر به اون سر جذب میکرد بوزایی که بابا جونم و هنسن با خودشون از ده آورده بودن رفته بودن بالای بام و از اون بالا همونطور که مشغول نشخار کردن بودن زل زل تو چشمای ما نگاه میکردن بزنر بزرگه ریش دراز توقی و سفید داشت و خیلی شبیه آقای کارتر بود که روبروی خونه ما می نشست مامانم همونطور که عرض و طول حیات و گز می کرد گفت خدایا خداوندا چه خاکی به سرم بکنم خانمای عضو انجمن رو دعوت کردم که امروز جلسهشون رو اینجا تشکیل بدن اگه تا اون موقع این بوزا همینطور روی پشت بوم باشن دیگه من باید از سرشکستگی بمیرم دو تا بوزای دیگه هم همونطور مشغول نشخار کردن بودن اما ریششون قد ریشه نربزرگه نبود غیر از این سه تا دو تا بزغاله هم بود قد اونا به زحمت به یک چهارم قد نربزرگه میرسید اما اونجور که پنجتایی روی بام بودن آدم خیال میکرد تعدادشون خیلی خیلی از پنج تا بیشتره ویلیام به کاکا هانسن بگو بره شهر پدرتو پیدا کنه فوری بیاد برای پایین آوردن این حیوانا یه فکری بکنه هنسن داشت آشپزخونه رو تمیز میکرد من رفتم دم در صداش زدم مامان با عصبانیت بهش گفت میخوام بدونم چه خیالی به کلت زده بود که این بزار دنبال خودت ریسه کردی آوردی اینجا مادام مارتا آخه من مثل همیشه که آقموریس فرمونی به هم میده این دفعه هم فقط فرمون آقموریس رو اطاعت کردم دیگه کاکا یه ریز این پا و اون میکرد آقموریس به من گفتن که دلشون میخواد بوزا تو خونه باشن اون وقت به من گفتن که بیارمشون منم آوردم شما نباس واسه این که به حرف آقموریس گوش کردم به من سر گفت بزنین مادام مارتا چرا به آقموریس نگفتی که واسه این کار باید اول از من اجازه بگیری حتما هیچ به این فکر نیفتادی نه؟ چرا؟ مادام مارتا جونم به این فکر افتادم اما وقتی به آغموریس گفتم به من گفت که برم گورم و گم کنم اون وقت منم اینا رو راه انداختم آوردم اینجا جوش مامانم زیادتر شد نیمسوزی برداشت و به طرف حیوانا پرد کرد نیمسوز به حیوانا نرسید و وسط راه افتاد به دیوار خونه خورد صدای خندداری کرد و یه لکه هم روی دیوار چوبی خونه که بارون رنگش برده بود به جا گذاشت فوری برو شهر آغموریس پیداش کن بهش بگو که من هر چه زودتر باس ببینمش به دکون سلمونی به دکون آهن فروشی به هر جهنمی که عادت داره بره ول بگرده سر بزن کاکا مبادا ببینم بدون آق موریس برگشتی ها هیچ عذر و بهانی رو ازت قبول نمی کنم کاکا تته پته کنن گفت چشم مادم چشم مادام مارتا و در حالی که مثل اسب یورت می میرفت از حیات خارج شد بزها روی بام گردش میکردن گاهی نگاهشون رو به ما مینداختن و گاهی به کوچه اول از روی توده ها به بام جسته بودن و بعد رفته بودن روی بام آشپزخونه و بالاخره خودشون رو به بام خونه رسونده بودن خونه دو طبقه بود و منظره سه تا بز و دو تا بزغاله که به یه ستون روی بام گردش کنن خیلی تفریح داشت حیوانا ایستاده بودن و بزنره به سرعت شروع کرد به نشخار کردن ریشش آنچنان تکون میخورد که انگار عمدن میخواست تو روی ما شکلک در بیاره مامان دنبال یه تیکه چوب دیگه گشت که به طرف بزا بپرونه اما عصبانیت طوری جلو چشماشو گرفته بود که نتونست چیزی پیدا کنه همینقدر دلشو خوش کرد که مشتشو گره کنه و به طرف حیوانا حواله بده بعدم دوان دوان به داخل خونه رفت من روی یکی از پلا نشستم اما مامان فوری برگشت بازوی منو گرفت هلم داد و گفت ویلیام برو دم در مواظب به اومدن بابات باش همین که سر و کلش از دور پیدا شد دو بزن بیا خبرم کن این خانوما همین حالاست که سر و کلشون پیدا بشه من امارت و دور زدم رفتم دم نرده ها که مواظب کوچه باشم استادنم زیاد طول نکشید صدای بابا جونم که با هنسم حرف میزد چنیدم دوتایی سگ دو زدن. بابام که داشت به بوزای روی بام نگاه میکرد گفت چه خبر شده بچه چیتون کم و کسره مامان گفته بهت بگم پیش از رسیدن این خانما که برای جلسه میان باید بوزا رو آورده باشی پایین بابا جونم به طرف حیات خیز برداشت و در این حال گفت اینکه که ازا نداره بیا هنسم زود باش با من این آق بوریس هنسم هیچ وقت تند را نمیره همیشه میگفت وقتی تند را میره آبگاش درد میگیره وقتی هم مجبورش میکردن تند را بره یورت میره یالا زود باش زرزرم نکن تو حیات بابا جون هم پیش از اون که دهم باز کنه یه بار به دقت وضع بوزها رو روی بام بررسی کرد بابام بوزا رو خیلی دوست داشت تقریبا به اندازه من دوستشون داشت و فقط به همین علت اونا رو از ده به شهر آورده بود که خوش داشت همیشه پیشش باشن تو خونه ی ییلاقی گاهی میشد که باباجونم یک هفته ی تمام با بوزا و بزغالا قیبش میزد حالا دیگه بوزا از قدم زدن روی بام دست کشیده بودن و چنون رفته بودن تو نخ ما که انگار میخواستم بدونن چه تصمیمی داریم دربارشون میگیریم هنسم بودو برو نردبونو بیار بذار به دیوار کاکا با نردبون برگشت و اونو همون جایی که بابا جونم نشون میداد گذاشت خب حالا چیکار کنم آق موریس باز رفت بالا نردبون بزارو داد پایین هنسم نگاهی به بزنر بزرگه کرد و پس پس رفت آق موریس من از رفتن به جایی که بزنر بزرگی باشه یه کمی احتیاط میکنم میدونین از اون جوف شاخهای وحشتناکش هیچ خاطر جمع نیستم من بیشتر خوش دارم اون بالا نرم از اون گذشته صبح تا حالا آبگام درد میکنه اصلا امروز حالم خوش نیست آق موریز بهتر محملات تو درز بگیری و فوری بری بالا آبگاتم هیچ مرگش نیست همون موقع مامانم که داشت یخه سفید روزای مهمونیشو به لباسش سنجاق میکرد از ساختمون اومد بیرون و پای پله ایستاد و رفت تو نخ ما که ببینه چی کار میکنیم بابا جونم تا او رو دید با لحنی چابلوسانو به عجله گفت مارتا ناراحت نشه جون دلم تا چشم به هم بزنی من و کاکا این بوزای لعنتی رو آوردیم پایین کاری کن که وقت تلف نشه ها هیچ وقت تو زندگیم اینجور سرشکسته نشده بودم این خانوما همین حالا و یه دقیقه دیگه است که سر برسن وای اگه این بزار رو روی بام ببینن خدا میدونه چه چیزا از خودشون درارن و بگن آروم باش مارتا هنسیم حالا دیگه رسیده اون بالا اما همون لحظه کاکا به سرعت اومد پایین با بابام تویید به طرف نردبون تنه محکمی به کاکا زد و گفت یالا بجوم یک یکم چونه زد این پا و اون پا کرد با بالا کشیدن شلوارش و انداختن دکمه پیرنش سعی کرد یه مدتی وقت تلف کنه و بالاخره شروع کرد به بالا رفتن از نردبون به نوک نردبون رسید و به روی بام جست زد بعد از نو شروع کرد به عقب نشینی مامان که اومده او تو حیات پیش ما گفت کاکا هنسم. اگر پیش از پایین آوردن بوزا پا تو زمین بذاری دیگه تا زنده ای کوفتم بهت نمیدم زهر مار کنی حالا دیگه خودت میدونی یا باید کاری رو که آق موریس بهت گفته بکنی یا باید بری تو کوچه از گشنگی بترکی اه آخه اه مادم مارتا جونم این آبگام دوباره اذیتم میکنه آخه میدونین خیلی چیز وحشتناکیه مامان پاشو به زمین کوبید و گفت خلاصه بهت گفتم کاکا انسم خودت میدونی که من هیچ وقت با پایینم حرف نمیزنم آخه مادام مارتا من این حرف آخرم بود که گفتم کاکا نگاهی به بزا و نگاهی به مامان کرد و اون وقت رو بام آشپزخونه شروع کرد به خزیدن به جلو از اونجا یه بار دیگه هم نگاهی به طرف ما انداخت که ببینه تو نخش هستیم یا نه درست همین موقع مامان دید چند تا از خانوما دارن سر میرسن صداشون از سر پیچه کوچه میومد مامان کف دستش خط و نشونی برای کاکا هنسم کشید و شتابان به داخل ساختمان رفت تا در جلوی خونه رو قفل کنه به این ترتیب امیدوار بود مهمونا توی راه رو بشینن در غیر این صورت زنا سر خود تا پشت ساختمون می اومدن و قضایی رو مرتفت می شدن. من که کنار باباجونم جونم رو تل هیزم نشسته بودم چشمم به کاکا هنسن بود کاکا رسیده بود به نوک بام آشپزخونه رو رأس بام دراز کشیده و با هرس به تیزی اون چسبیده بود و از جایی که ما نشسته بودیم خیلی کوچولو به نظر می اومد داد زد آهای خیلی مواظب باش چشم زخم به حیونا نرسه خیلی خیلی دقت کن بزغالای اون نیفتن پایین اگه یه خال به هیگونا بیفته زنده زنده پوستتو میکنم